اگه درآمد شما 4 برابر بشه چی کار میکنید؟ چه تغییری تو زندگیتون اتفاق میافته؟ بالاخره زندگی رو بهتر میکنیم دیگه، زندگیمون بهتر از این میشه که الان وضعیت خرابه. خیلی به من کمک میکنه، میتونم وامامو پرداخت کنم، میتونم کرایه خونهمو بدم، متعهلم. مامم که آرزو داریم ان اول بریم کربلا، بعد بریم مکه اینا، و بعد هم جوانا یک یک تونستیم کمک کنیم. ازدواج میکنم، خونه بزرگتر میخرم، ماشین بتونم میخرم. چیه؟ میخورم، میخوام بهترین لذت دنیا رو میبرم دیگه. الان یه پشه موتور نیستم. خونه بهتر میگیرم، زندگی بهتری دارم و بچه هم راحتر بخون من رو میرسم، راحتر زندگی میکنه. علی جون ما وضعمون انشالله خوب میشه. همه چی میخرم، یه موتور میخرم، یه کموت میخرم، یه اتو برای مادرش، یه یخچال بزرگ، شاید خونه رو هم عوض کردیم، رفتیم یه خونه بزرگ اجاره کردیم، خلاصه همه چی میخرم. یک از من زهرا بخرم. اون چی چیزی نیست، برای تو هم میخرم. میدونستید درآمد نفتی ایران تو 4 سال گذشته 4 برابر شده؟ یعنی درآمد خانواده 70 میلیون ایران 4 برابر شده. حالا وضعیت شما بهتر شده یا بدتر؟ واسه من فرقی نکرده آقا، واسه من اصلا فرقی نکرده. فکر کنم 36 دلار بوده، یه زمان رسید به 150 دلار. والا خریدمون خیلی پایین اومده، یعنی ملت کلا خرید قدرت خریدشون اومده پایین. تنها ما نه. نفت 9 دلاری با خشکسالی که واقعا وحشتناک بود، در همون زمان تورم به 11.5% رسید و امروز با نفت که 90 دلار درآمد ما هست، شما سوال کنید که تورم در جامعه چقدر است؟ بودن 25.45. قدرت خرید مردم خود دولت داره میبینه، نیاز نیست ما بگیم. آقای دکتر، بحث گرونی رو بالاخره قبول دارید یا نه؟ خاطرتون هست چند ماه پیش شما توی مصاحبه‌ای تقریبا گرونی رو کلن رد کردین و گفتین که بعضی رسانه‌ها و مطبوعات عامل دامن زدن به گرونی هستن و گرونی چیز واقعی نیست. روز به روز الان گرون میشه اتفاقا. الان نگاه کن، مرغ چون مرغ شد 1200، الان چرن 2200 تومان. خلو شما حساب کن، برنج 1200 تومانی شد یه دفعه 5000 تومان، حالا اومده پایین داده شده 3000 تومان. پس این رو حساب بکن. باید این رو، این نمود، این افزایش درآمد یک جوری توی اقتصاد کشور رخ بده. به نظرم این نمود پیدا نکرده. خیلی سیاست گذاری های 2-3 سال گذشته به نظر نمیاد تاثیر مطلوبی توی اقتصاد امروز ما داشته باشه. بحث این هستش که افکار عمومی تقریبا یه لایه پایین تر شما برید، سوال عامه مردم این هستش که آقا ما نفت بشکی 50 دلار میفروشیم، وضعیتمون همینه، 150 دلار هم که میفروشیم همینه، این پول نفت پس چی میشه؟ به من مربوط نیست، به ما مربوط نیست، نه کمش به ما رسیده نه زیادش، مردم در فشار بیشتری هستند. هر کاری که شده تأثیر برعکس شده، تأثیر بهتر زندگی کردن مردم نشده، تأثیر وارو شده. خبر ندارین شما که الان این کاسبا، شما الان تشریف داشته باشی ببینیم مثل کوچه شده، هیچ کی در این دکون چرا من ایشون نشستی؟ خبری نیست. از اون طرف هم، از اون طرف هم که مالیات هی تند و تند میاد، مالیات بر درآمد میخوان، مالیات بر در نیومدن میگیرن. مثلا من میگم که شما کارمندی، هر جور حساب میکنم ماهی 500 تومن حقوق میگیری، اون وقت میای مستاجرم هستی 480 تومنش اجاره خونه میدی. نه چجوری زندگی میکنی؟ خب من خودم الان مات و مبهوت موندم، من خودم چجوری زندگی میکنی با 20 تومن؟ خیلی بازار وضعش خراب شده، خیلی بدتر شده بهتر نشده. حالا نفت و سر سفره‌های مردم میبرید یا نمیبرید آقای؟ بله، نفت سر سفره‌های مردم، البته من دیدم بارها گفتن احمدی نژاد اینو گفته، خب من اینو نگفتم، نقل